دقت کنید دوستان هر کجا که بحث از متغیر و کلا برنامه نویسی هست اولین چیزی که احتیاج به اون مشخص میشه ایجاد شرط هست یعنی شما یک متغیر تعریف کردید اکثر اوقات به شرط احتیاج دارید اگر این گونه بود فلان اتفاق بیفته اگر حالت دیگری بود اتفاق دیگری بیفته در ترانزکت SQL هم شرط گذاری وجود داره شما فرض کنید که بعدا توابعی دارید تولید می کنید که باید تصمیم گیری بکنه که بالفرض اشخاصی که متعهل هستند میزان حقوق اونها اینقدر هست مثلا و از این دست کارها اینجاست که یک نیاز شدیدی به شرط گذاری حس میشه این کار رو با هم دیگه در اسکل سرور تست میکنیم ترنزکت اون رو میبینیم و یاد میگیریم که چگونه با دستورات ترنزکت شرط گذاری بکنیم دقت کنید متغیری دارم به نام A از نوع عددی مقدار 110 هم درون اون ذخیره شده حالا میخوام بررسی بکنم آیا مقدار A بزرگتر از 200 هست یا نه یکی از روش های شرط گذاری روش معمول و رایجی هست که همیشه در اکثر زبان ها هم وجود داره دستور ایف به این صورت هست در ترنزکت SQL که ایف رو ذکر میکنید شرط خودتون رو میگذارید مثلا ات آ بزرگتر از دیویست بهتر از بیگین و اند هم برای اون استفاده بکنید به این صورت مثلا شما از دستور پرینت استفاده میکنید پرینت اوکی خب حالا تا همین جا رو با هم دیگه ببینیم این کار انجام شد ولی به دلیل اینکه مقدار از از 200 بزرگتر نیست چه اتفاقی هم اینجا نیفتاد اجازه بدید اینو مثلا من به پنجاه تغییر بدم ببینید کلمه اوکی okay, که من خواسته بودم اینجا چاپ بشه دقیقا برای من چاپ شد ایف خیلی ساده است کلمه کلیدی ایف شرطی که میخوایم کنترل بشه کلمه کلیدی بیگین و در پایان شرط اند شاید کسانی که برنامه نویسی بلدن الان براشون این سوال پیش بیاد خب پس الز چی میشه؟ این هم else باز یک بیگین و یک end و end رو میتونید برای در صورت تک خطی نگذارید ولی من پیشنهاد میکنم همه جا ازش استفاده بکنید که دقیقا متوجه بشید چه کردید چون اینجا ما الان یه متغیر داریم کارمون هم تستی هست خیلی راحت کاری که میخوایم رو انجام میدیم ولی بعدا که شما فرض کنید یک پروسجر سنگین دارید مینویسید نبود اینها سبب گم کردن کد هاتون میشه مخصوصا که اسکیل 2008 یک امکان عالی قرار داده اونم همین حالتی هست که میبینید بیگین و اند ها رو به هم دیگه متصل میکنه و در نتیجه شما دقیقا متوجه میشید که بلاک هاتون کجا شروع و کجا بسته میشه با این وجود من یک پیشنهاد دیگه هم دارم کاری که میکنید اینه که کد های خودتون رو پله ای بکنید مثلا ببینید به این صورت شما دقیقا متوجه میشید که آنچه که دارید می نویسید شروع و پایانش کجاست ببینید به این صورت حالا دقیقا کود هاتون مرتب شده یک نظمی به اونها بدید مخصوصا ایف ها به دلیل بلاک هایی که دارن ممکنه در آینده شما رو دچار مشکل بکنن مثلا فرض کنید یک پروسجری رو سه سال پیش نوشتی خب به هر حال شما نسبت به اپلیکیشن هایی که تولید میکنید مسئول هستی سه سال دیگه شما مجبور میشید که یک چند خط از پروسجری که نوشید رو تغییر بدید اونجاست که این مرتب نویسی ها و کامنت گذاری ها به درد شما میخوره ببینید کامنت هم به این صورت خیلی راحت آنچه که دوست دارید رو بنویسید که مثلا علت این ایف چی هست اینطوری اگر بعدا رفتید سراغ کد هاتون دوچار مشکل نمیشید خب ایف و الس به همین سادگی هست آیا در الس میتونم یک ایف دیگه بنویسم؟ بله ببینیم با هم مثلا میگم اگر مساوی 110 هست باز که اتفاق دیگه بیفته مثل کاری که الان دارم انجام میدم خب. خب یه اند الان کم شد یکی دیگه باید بنویسم خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته من حالا کد ها رو هم از اون ترتیبی که داشت در میارم دقت کنید کد من الان این شد توی مقدار آ چهل رو ذخیره کردم اینجا گفتم اگر آ پنجاه هست پرینت بکن ایکوال پنجاه else اگر چهل هست ایکوال چهل رو چاپ بکن حالا ببینیم که چی میشه دقت کنید ایکوال چهل برای من چاپ شد چرا؟ چون پنجاه نیست توی else قرار میگیره چهل هست ایکوال چهل رو برای من چاپ میکنه یعنی ایف های تو در تو هم به راحتی میتونید بنویسید یعنی دقیقا آنچه که در یک زبان برنامه نویسی شما داشتید مثل VB یا VB.net یا از این دست زبان ها حتی C و غیره به همین سادگی توی محیط اسکیل سرور و ترنزکت اون وجود داره شرط گذاری هاتون راحت انجام میشه شاید سوال بشه که آیا کیس توی ترنزکت اسکیل وجود نداره؟ چرا؟ کیس رو هم با همدیگه دیگه بررسی میکنیم دقت کنید دوستان یک نمونه از کیس رو با هم دیگه ببینیم از کلمه ست استفاده کردم خواستم روی مقدار آ تصمیم بگیرم که اگر آ بزرگتر از صد هست درون متغیر بی که کاراکتری هست کلمه اوکی اگر مساوی 100 هست نو و اگر کوچکتر از صد هست اسمالر دن چاپش خب پس ببینید باید متغیری که قرار مقادیر بعد از عمل شرط و انجام شرط یک مقداری درون اون ذخیره بشه رو ابتداعا ذکر کنم از کلمه کیس استفاده بکنم حالا ون شرط اول مثلا آ بزرگتر از صد هست دن کاری که میخوایم انجام بشه و مقداری که میخوایم توی متغیر مقصد ریخته بشه باز شرط بعدی شرط بعدی میتونه ده ها شرط در اینجا ذکر بشه بعد هم با اند اونو میبندیم خب الان فکر میکنید کدوم باید اجرا بشه الان آخری باید اجرا بشه چون از صد کوچکتر هستیم حالا اگر که دقت دقیق کنید دقیقا همون اتفاق افتاد حالا اگر مقدار آ رو من برابر صد قرار بدم خب باید الان نو چاپ بشه دقیقا همین اتفاق افتاد و اگر از صد بزرگتر بکنم میبینید که اوکی چاپ شد چرا که این مقدار درون بی قرار میگیره اینجا هم من بی رو چاپ کردم دو دستور خیلی ساده شامل ایف و کیس رو با همدیگه بررسی کردیم ایف به این صورت من اونها رو کامنت کردم و کیس به این صورت خیلی ساده و روان شما از این دو دستور میتونید استفاده بکنید اصولا یکی از مزایای ترانزکت اسکیول اینه که پیچیدگی خاصی نداره و به سادگی شما میتونید کارتون رو انجام بدید خب حالا دیگه شما به شرط گذاری هم مسلح شدیم میتونید اعمال شرط هم بکنید در دوستان یک نکته رو من اینجا یادآوری بکنم کد ها رو فعلا فقط یاد بگیرید الان شاید براتون سوال باشه که خب حالا این کد ها رو کجا من میتونم استفاده بکنم فعلا سینتکس کد ها رو شما دقیق و درست یاد بگیرید در بخش های بعدی سر جای خودش با همدیگه میبینیم که این کد ها کجا میتونه نوشته بشه و کجا مصرف میشه و چطوری توی اپلیکیشن ها به کار میره خب شرط گذاری همینجا به پایان رسید میریم سراغ ادامه دستوراتی که باید توی ترنزکت اسکیل شما بلد باشید در قسمت